نام ما عقلایا عقلا و کل فامیلی نام است. من ما این معنی ازی است که یاد سابقه رو میدیم از دی پدر و بزرگای مو استم، از یکی گفتش که چیز مو است، کلتور مو یا این لباس های مو است، این غذای مو است، این خیلی مو افتخار مونه که مو یه گازرهی اول چی دویم شی مو از افغانستانی فرهنگ از زندگی از آرگا فرهنگ از مو که است اول که لباس از مویا دویم خوراک از مویا که یه مو مگین نان بوچایا نان چکی پختانی او رو چپ منی او رو نرم منی بس دوغ سرخ منی دوغ امبلش اندازنی گولش پاس منی روغن زرد را داخل چندازنی ایشم قورتی ها قورتی نان خمیر است داری خمری خمری جورنی بله تاوا ایش را مو خودانی مو تا منطقه خو جاغوری مو اگره آجایی موگی که بخاطر از اینکه لخشون بخاطر کورچون آجایی دندو ندره یکی یک قدای برادره ای را لخشون کورت موگیا ای هم که بوسراغ اره ای چکیه چکی وی تو اینا را این البته از ای آقای ابراهیمی آقای ابراهیمی به پسر برادر از مایه اینا کسته بخاطر از اینکه اینا را بخشه مطبی مطلی از درجات اینا رو مفروشه پولش اونجا روان نه یه کسه یه چیز گردی دامنه یه خنچ دختو لباشه ماماده یه گردی دامنه بخاطر از اینکه وقت نموشه خودم در کار مروم از کار وقتی که در کار یک نیم ساعت بریم و پاوزه داره در پاوزه که نان خو غذای خو رو خوردی بعدا مگیم مزو که قد تلفون بازی کنم یا ای بروم بشیم غیبت بگیم بهتره که بیش ممی را بودوزم وقتی من پاس بشه همه یک چیزی فرهنگی ما هسته کلتوری ما هسته از بابا از مادر کلانای ما هسته خیلی سابقه داره خیلی سابقه داره دیگه با خاطر از این نمیخوای کلچر از دست بیدی همه فرهنگ رو نباید از دست بیدی آره خیلی ما خوش رو میره خیلی کار خوبی هسته هم فکرای ما آرام هسته این کار رکمونو با خاطر از یکی تلفن سعی کنی مثل که جنگ و نفاق و کشتن و دوزیدن فکر آدم خرابه شو آدم خواه آدم خواه ما آدم چیز میشه امیر که جور بنام فکر ما راهده ابراهیمی استم امروز روز فرهنگ یا کلتور و فرهنگ هزارگی هم امروز در جنوب سویدن ما این روز جشن گرفتم روی روز رم برای تمام مردم عزیز خود تبریک میگم و ما هر کدام ما یک وظیفه خاصی داریم خصوصا مسئولیت خود ما فقط مخصوص یعنی زمین میزه اجناسی که روی میزه از قبیل کتاب لباس دستدوزی و مثل گردنبند یا کتاب برای اطفالا یا کتاب های مطالعاتی برای دوستایی که مثلا میتونه مطالعات زیاد داشته باشه یا یک فرمثال گردنبند و اینایش کلن یک به قسم یک میز خیریه یا ما هر قدر که فروختیم تمام این مبلغ را که اگر فروختم شد برای مکتب در داخل افغانستان در ولسوالی ورس یکی از ولسوالی بامیانه در اونجا برای این اطفال ها ما به مصرف برسنیم که اونا همگی روی سترنجی و روی خاک داخل یک خیمه که واقعا جای نگرانیه که نمیتونه در اونجا جای تعلیم و تربیه واقعا درست باشه به اونجا با مصرف میرسنه عرض سلام و ادب خدمت تمام بیننده های شما من حنیف شریفی هستم یکی از اشتراک کننده در این برنامه امروز و من همراه فامیل خود مسئولیت غذا رو دارم یک غذای اوسانه امروز جشن کلتوری یا فرهنگی هزاره ها برای بار اول است که اینجا برگزار شده بر عهده ما امروز غذا بودم و یک چیزی که مرا به یاد کلتور یا فرهنگ غذای وطنی یا لباسای وطنی میندازه اونمو هست که ما در قدیم کدام غذاها را زیاد داشتیم و کدام لباسها را داشتیم و چطور دوخته میشد که ها درست میکرد امروز در جمع دوستا هستیم این لباسای قدیمی هست و
غذایی که ما درست کردیم هم عین شکل مو غذای قدیمی وطنی ماست. در ارتباط این لباس ها، لباس هایی که فعلا در جان ما هست، عین شکل لباس هایی که در اینجا آویزان هست، اینا کاملا 22 هست و خیاطیش یک خیاط بسیار سفارش برای ازو سفارش دادیم که درست کرده، ولی دختش هم عین شکل اینا رو خانومم دختر و بقیه‌ش هم بقیه دوستای ما دختر. استقبال از این لباس ها در کل در سیوران هم خیلی خوبه و از لباس ها که این وسکت ها بسیار استقبال زیاد است. مثلا من این وسکت ها را زیاد آورده بودم، فعلا من دو دانه مانده و این وسکت با این کلاهش بسیار طرفدار زیاد داره، لباس هاش هم طرفدار داره. خوب است. سلام علیکم. سلام دوستا. امروز در شهر مالمو مو از 19 می روز جهانی فرهنگ هزارگی رو تجلیل مونیم. بار اوله که در شهر مالمو مو از این روز جشن میگیریم و از این روز گرامی میداریم. فرهنگ هزاره مو فرهنگ هزاره از قبیل غذاهایی که شما در میزها میگیرین و لباسهای هزارگی و همچنان کتابای داریم، کتابای فرهنگی، مثلا کتابای شهید یوسفی از آقای خاوری از کاظم یزدانی. فرهنگ به معنی یعنی که چیزای فرهنگی باشه. تجلیل از روز جهانی فرهنگ هزاره ما را به یاد مشکلات موجود و به یاد تمدن گذاشته که داریم همو تصویر تداعی میشه در ذهن ما، چون در روز تجلیل از فرهنگ هزاره موسیقی فولکلور و اشعار فولکلور بیشتر اجرا میشه و ما سعی میکنیم که در روز جهانی فرهنگ اشعار را ترتیب بدیم که نظر به اوضاع و نظر به شرایط مردم آهنگای داشته باشیم که چیزی که زمان تقاضا میکنه و چیزی که شرایط تقاضا میکنه و آنچه که مردم میخواه واقعا قلبا. و از طرف دیگر خوبی این روز برای ما هست که تجلیل از روز جهانی فرهنگ هزاره موجب میشه که یک سری خلاقیت های جدیدی به وجود بیاید. مثلا امسالی که حالا ما در طی سالهایی که چند سالی که از فرهنگ جهانی هزاره تجلیل میشه، مثلا شما میبینید که به شکل گروهی نیروهای انسانی تشکیل شده که مثلا بندیاب میسازه در افغانستان و پول و پلچگ و همینطور که خواهرای ما فعلا مکتب برویشان ممنوع هستن، برای اینا ما کمک جمع میکنیم که اونا از درس باز نمونه. اینا همه اثرات همه پروگرام ها هستن، اثرات همه تجلیل از روز کلتور هستن که موجب خلاقیت های جدید میشه. زنده یاد پدرم دارای سبک به خصوص خود است، یعنی نبوغ خاص داشته در موسیقی هزارگی و ما هم تلاش میکنیم که او میراث تعقیب کنیم. البته تمام لحظه ای که در حضور شما قرار دارم با اون که شاگرد بودم مشکلات درس بود و با مشکلات مهاجرت قبولی اینا خوردم که بسیار طولانی هم بود، هنوز زمان فرصت نداده، ولی امیدوارم که او سب امو میراث دوباره تعقیب کنم و احیا نماییم. یک دنه بیدار موشه رزا کتیم و بخیر یک دنه بیدار موشه
چم بوشن قد یک دیگه دنیا گل و گلزار بوشن چم بوشن قد یک دیگه دنیا گل و گلزار بوشن وردشگاه و زایشگاه شار و بازار و مکتب ما وردشگاه و زایشگاه شار و بازار و مکتب ما دور از بم و میلو از انتحار و انفجار باشد بر باده ما تاریخ باشه آباده ما تیار باشه یک روز میا و علیگو طالب زمی دوبور باشه قد آر سار چیخ و قدی از نیش چی مدور باشه قد آر سار چیخ و قدی از نیش چی مدور باشه از کجا آمدن؟ از کجا کوچ اجباری داده شدن؟ یا اگر خودشان زندگی میکردن، گذشته ایشان چی بودن؟ زمانی که کتاب ازاره‌های اهل سنت را می‌نوشتم، هیچ وقت آدم نمی‌رود. کتاب چاپ شده بود، یک مرد از بغلان من زنگ زد و گفت من یک کار خصوصی به شما دارم و اگر امکان دارد یک بار فرصت بدی شما را ببینم. این مرد در یک رستوران آمد و بعد با من گفت شنیدم کتاب ازاره‌های اهل سنت را نوشته‌ای. گفتم بله. کلیدی از جیبش در آورد و این کلید زنگ زده بود کهنه و قدیمی گفت میدونی این کلید چیه؟ گفتم نمیدونم گفت این کلید قلعه ما در منطقه جنوب ارغنداب در شمال قندهاره زمانی که ما از این
قلعه پدری ما کوی داده شده و زمین ما را به اچکزی ها و علیزی ها دادن، ما تنها چیزی که با خودمون انتقال دادیم همین کلید و تلاش ما برای این بود که حداقل این کلید را نسل به نسل به همدیگه بسپاریم تا روز برگردیم به خانه های ما، شاید هنوز در قلعه ما با همین کلید باز شد. ببینید شما نگاه کنید این چه سرنوشتیه، سرنوشت کوج تلخ از دوران مادرش های افشار تا پایان دوران مادر، از مادر تا مادر، از مادرش های افشار تا مادرش های کابل، هزارها مدام کوش داده شدن، مدام آوره شدن، مدام رانده شدن از درون سرزمین های سبز، سرزمین های جنوب به سمت درون دره ها و درون کوه هایی که حتی برای خود هم موجودات کجا زندگی میکنن قابل زندگی نبود، باید سنگ میشه کافتن کنن کنن زندگی کنن. حالا شما به این مردم بگوید فرهنگتان چی شد؟ خوبیتتان چی شد؟ و چی گونه از خوبیت فرهنگتان حفظ کرده دوماری سر کرده؟ و این گونه است که ما در شرایط قرار گرفتیم که بخشی از خوبیت ما و بخشی از داشته های میراث فرهنگی ما در مرور زمان نابود شدن و از بین رفت. حالا شما در کنار اینها دین و مذهب رو بگذارید، دین و مذهبی که حداقل تمام داشته ها و میراث های پدری و فرهنگی شما را به نام خرافات نابود کرد و باور داشتند که آنچه شما دارید و آنچه شما از پدران و نیاکانتان حداقل به نام میراث آوردید و ما رساندید جز خرافات بیش نیست. استاد خان محمد دلبری در تلویزیون نگاه در برنامه جنگ نگاه گریه من گفت زمانی که آخوندهای خومی و نجفی به دایکندی آمدن ما 77 تا رقص موسیقی و دنباله داشتیم. آخوندها وقت آمدن شروع کردن به شکستن دنباله، با آمدن دنباله شکستن موسیقی مغازه و دنباله مغازه پاسپایی زدن و لد کردن، زندانی کردن، کشتن، دنباله ها شکسته شد. حالا 7 تا رفتن در دایکندی پیدا نمیشد. وقتی شما یک فرهنگ داریم که از این طرف در یک سیطره تحت اعتبار دین و مذهب قرار دارند و از هویت و فرهنگ و داشته های شما به اعتبار خرافات بکنه،